تو فصل هم عهدی بیار بازول فقاره دری صاحبمون مهدی بیار. امام باقر علیه السلام می فرمایند همانا خداوند متعال برای حضرت شعیب علیه السلام وحی فرستاد، من از قوم تو 100,000 نفر را عذاب و هلاک می نمایم که 60,000 نفر ایشان اشرار و 40,000 نفر دیگرشان از خوبان و عبادت کنندگان خواهند بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمامی شما بینندگان عزیز، سروران بیننده شبکه جهانی سلام در هر کجای این گیتی که هستید. با آدینه دیگر در خدمت شما بزرگواران هستم و در حقیقت و به عبارت بهتر هستیم. بعد از مدت‌ها جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای هدایتی بازگشتن به برنامه خودشون و ما امروز در خدمت ایشون هستیم با برنامه آدینه ها. ابتداعا و قبل از هر چیز میخوام که اگر سلامی دارید خدمت بینندگان احوال پرسی و صحبت هم قطعا زیاد هست بعد از این مدت انشاءالله. خیلی ممنون، تشکر از لطف شما. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا صالح المهدي عجل الله تعالى فرجك. خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند سلام و درود و ادب تقدیم میکنم و اعیاد ربیعیه رو خدمتتون تبریک و تهنیت عرض میکنم، خصوصا هفته مبارک و میمون براءت و تبری از دشمنان خدا و دشمنان اهل بیت که انشالله در این هفته بار معرفتی خودمون رو پربارتر کنیم و دشمنان خدا و اهل بیت رو بهتر بشناسیم تا از سویدای دل روز دل اونها رو لعن کنیم، نفرین کنیم، سب کنیم و در واقع مهر تأییدی بزنیم بر تمام اعمال و رفتارمون. خوشحالم که پس از حدود 2.5 ماه باز چنین فرصتی پیدا شد که خدمت شما بزرگواران باشم، اون هم در این ایام خجسته و مبارک. عید الله اکبر، غدیر ثانی، ربیع الاول رو خدمت تک تک شما محبان، شیفتگان و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشالله خداوند تبارک و تعالی به ما توفیق خدمت بیشتر با آستان مقدس اهل بیت کرم کند و به ما توفیق بده که حق مطلب رو ادا کنیم در اجرای اعیاد ماه مبارک ربیع الاول. بسیار ممنون و متشکرم. بنده هم عرض تبریک دارم این اعیاد رو متقابلا از طرف خودم و بینندگان به شما. همچنان که روال برنامه آدینه هاست، چند دقیقه ابتدایی برنامه رو اختصاص میدیم به وجود مقدس و نورانی آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. در این ارتباط اگر صحبتی هست، نکته‌ای هست، بیان بفرمایید، هم استفاده میکنیم. در این باره نکته من اشاره میکنم که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف وقتی که ظهور میکنن و اون قیام مقدسشون صورت میگیره، مجموعه برنامه هایی دارند. از جمله برنامه هایی که دارند از قاتلین مادرشون انتقام میگیرند، البته انتقامی که ظرف دنیا این قابلیت رو داره و الا دنیا چگونه نمیتواند پاداش اولیاء خدا و مقربان درگاه الهی و ابرار رو بده و چنین قابلیتی نداره دنیا.
دنیا نمیتونه پاداش پیامبر اسلام معصومین صلوات الله علیهم اجمعین رو بده، جزا و پاداش اونها رو نمیتونه بده. نقطه مقابلش هم صادقه، دنیا نمیتونه جزای و عذابی که در خور اون ظلم و جنایت ظالمین هست برای اونها مهیا کنه، منتها به اندازه قابلیتی که دنیا داره، به همون اندازه، به اندازه ای که حجت تمام بشه بر آدمیان، بر انسانها، کسایی که میخوان راه حق رو پیدا کنن. یکی از برنامه های امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف این هست که از قاتلین مادرشون انتقام میگیرن و اون بدن، اون دو بدن منحوس رو که در کنار پیکر و بدن مطهر رسول الله صلی الله علیه و آله هست، از قبر خارج میکنن و محاکمه میکنن و بدن اونها رو و اونها رو گردن میزنن، بدنشون رو میسوزانن با یک برنامه مفصلی که هست در روایات مطرح شده و مرحوم علامه مجلسی شرح این واقعه رو مفصل بیان میکنه که وقتی که ابوبکر و عمر رو از بدن، از اون قبر خارج میکنه، دو درخت خشکیده هستند در کنار روضه مطهره پیامبر اسلام، اون دو رو به اون دو درخت میبنده و اون درخت سبز که این خود یکی از معجزات امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هست، ولی مردم نادان از کرامات این دو نفر میپندارن در اون زمانی که این اتفاق میفته. ولی امام زمان وقتی شروع میکنن به محاکمه کردن با ادله قوی و متقن، ثابت میکنن ظلم اونها را، ایزا و اذیتی که به پیامبر دادن در طول شاید حدود 27 سال 8 سال اینها از وقتی که به ظاهر مسلمان شدن و به واقع هرگز لحظه ای ایمان نیاوردند، کافر بودند و کافرم از دنیا رفتند و اون چی که میگفتند مسلمانند کاملا نفاق بود، آینه تمام نمای نفاق بودند و ظلم هایی که به پیامبر کردند و ظلم هایی که به حضرت زهرا سلام الله علیها داشتند و اینها رو بیان میکنن، یکی یکی اونها رو محاکمه میکنند و طبیعتاً وقتی اون ادله قوی رو میبینن و اون در واقع محاکمه عادلانه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو، بسیاری از طرفداران این دو نفر حقیقت براشون روشن میشه و ایمان میارن به امام زمان علیه السلام و در زمره حق پرستان میشن. عده بسیار محدودی میمونن که همچنان میخوان لجاجت کنن، عناد کنن، که در همه عصرها و همه نسلها وجود داشتن که اونها هم به سزای اعمالشون میرسن. در این قسمت برنامه من فکر میکنم به همین اندازه، چون بنا به اختصار هست، درباره وجود مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف که ما در واقع یک قطره بسیار ضعیف و ناچیزی از این اقیانوس بیکران رو به کام تشنه خودمون میگذاریم و بهرمند میشیم و در واقع تبرک پیدا میکنیم به این اسم مقدس و به این یاد اون بزرگوار که امام حاضر حی ناظر است بر اعمال و کردار و رفتارم. بله قطعا. اگه در این زمینه برنامه مطلبی هم هست باز از شما ما استفاده میکنیم که قطعا صحبت و سخن در این مجال بسیار زیاد و در این مقال نمی گنجه در فرصت اندکی که ما داریم و به خصوص اینکه مناسبت های این ماه و مناسبت های این هفته ای که گذشت و هفته ای در پیش رو هم زیاد هست و میخوایم در این ارتباط هم مفصل از سخنان شیوایی شما بهره مند بشیم.
فکر میکنم که یک میان برنامه‌ای رو اگر بگیریم طبق روال و بعد از اون با رویدادها در خدمتتون باشیم اگر موافق باشید انشالله بعدا ادامه بدیم. در خدمت شما بیننده ها هست. خشم محمد علی فاطمه حسن حسین الله محمد الله لا إله إلا هو الأكبر محمد رسوله النبي الأطهر ثم ولي الله المرتضى حيدر هذا هو التوحيد في قلبنا أزهر نبوة منه تشع حبا أنور ولاية في الروح من معدن الجوهر علي فاطمة حسن حسين الله محمد علي فاطمة حسن. عرض سلام مجدد دارم خدمت بینندگان عزیز. با قسمت دوم برنامه آدینه ها، بخش دوم برنامه آدینه ها در خدمت شما بزرگواران هستیم، در خدمت سرور ارجمندمون جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای هدایتی. حاج آقا، همونطور که هم شما و هم بینندگان مستحضر هستید، این هفته نامگذاری شده به نام هفته براءت و تبری. سخن در این باب قطعا بسیار هست و سخنرانان هم مطالبی رو بیان کردن، اما خب از زبان شما شنیدن و نکاتی رو در این باره اگر به نظرتون میرسه بسیار استفاده میکنیم و قطعا سخن در این باب شما زیاد دارید. بله، یکی از ارکان مهم اسلام مسئله تبری هست. در واقع میتونیم بگیم 15 رکن اسلامه. 5 رکن از ارکان اسلام رو اصول دین نامگذاری کردن و 10 رکن دیگر رو فروع دین. متاسفانه این رکن 15 که در واقع میتونیم بگیم امضاء دیگر ارکان هست، مجموعه باورها و اعتقادات یک مسلمان خلاصه میشه در این 15 مورد و هر کدام اینها یک جنبه ذهنی و اعتقادی و نظری داره و یک جنبه عملی که در رفتار انسان ظهور و بروز پیدا میکنه. وقتی کسی میگه من موحدم، یک تاپرستم و در اندازه فکر و اندیشه خودش مجموعه دلائلی اقامه میکنه، این بعد نظری و ذهنی اون تشکیل یافته. ولی چطور کسی متوجه بشه که شخصی که ادعا میکنه من موحدم ادعاش صادق هست؟ این هرگز ظهور و بروز پیدا نمیکنه الا در رفتار و کردارش. یک نفر کافر و یک نفر مسلمان ظاهرشون یکیه و ممکنه هر کسی ادعا کنه که من موحدم. چه وقت متوجه که انسان که چنین شخصی واقعا موحده؟ زمانی که در رفتار کردارش مشخص بشه، خدا رو بپرسته، اون اعمال و کرداری که یک موحد داره اونها رو مرتکب بشه، نماز بخونه، مثلا به زیارت حج بره. خب اینا یک مجموعه اعمالی هست که نشون میده این شخص موحده. و یک یک همه اصول دین و فروع دین اینه، یک جنبه نظری داره، یک جنبه عملی. مسئله تبری هم همینه. تبری سوال ما این هست از کسانی که خورده میگیرند. من از همینجا منتقل میشم چون انقدر بحث ها مطالب فرامون زیاد هست، خصوصا در این موقعیتی که ما قرار داریم و متاسفانه برخی از شیعیان یا غافلند از وظیفه خودشون و یا از روی عناد بنا دارن بر اساس یک سلسله
خواهش ها و مطامع دنیوی، این باور مهم رو نادیده بگیرن. سوال من اینجاست که تبری یعنی چی؟ تبری خب باور و اعتقاد ما این هست، باور ذهنی ما، باور نظری ما این هست که دوری کردن از دشمنان خدا، دوری کردن از دشمنان رسول خدا و اهل بیت، که اینها در عرض یکدیگرن. هر کس دشمن خدا در همون لحظه دشمن رسول خداست. هر کس دشمن امیر مؤمنان علی علیه السلام شد، در همون لحظه دشمن خدا و رسول خداست. یعنی ارتباط عرضی با هم دیگه دارن، نه ارتباط طولی. در کنار یکدیگرن، در همون آن، در همون تقدم و تأخر زمانی قابل تصور نیست برای این دشمنی و عناد. خب ما میگیم ما دشمنان خدا رو دوست نداریم، از اونها براءت میجوییم، دوری میگزینیم. این جنبه نظری و ذهنی ما. جنبه عملی اون کجاست؟ چگونه این باید نمود پیدا کنه، در عالم خارج ظهور و بروز پیدا بکنه؟ این در همین جشنها، در همین گفتارها، در همین اعمال و کردار ماست که نشون میتونیم بدیم که ما واقعا تبری داریم. فقط لغلغه زبان نیست. چون جنبه عملی رو باورها و اعتقادات دین اسلام بگیری، دیگه یک پوسته بی ارزش میشه و بی محتوا میشه رفتار و کردار ما. نهم ربیع الاول که روز کشته شدن عمر ابن خطاب هست، شیعیان چون او را دشمن خدا میدانند، چون او را آزاردهنده رسول خدا میدانند، با استناد به متون درجه اول اسلامی، منابع خود عامل سنت فارغ از منابع شیعه، ثابت می شود عمر ابن خطاب آزار دهنده و دشمن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود. ثابت می شود ایزا دهنده و آزار دهنده و دشمن حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. تمام جان کلام همینه، از دو حال خارج نیست. یا عمر ابن خطاب رسول الله و حضرت زهرا سلام الله علیهما را آزار داده است، نداده است. ادعای شیعه این است با استناد به متون خود عامه آزار داده است. و هم این آزار هم مختص بعد از پیامبر نبوده، حتی در زمان حیات پیامبر هم شخص حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم را آزار مورد آزار و اذیت قرار داده. اگر چنین شد، اگر آزار داد رسول خدا را، اگر آزار داد حضرت زهرا سلام الله علیها را، در همون لحظه خدا را آزار داده است. آزار و اذیت خدا یعنی چه؟ خدا قدرت مطلق است، توانمندی است که مثل و مانند نداره. آزار دیدن خدا یعنی خشم و غضب و سخط الهی از بندگان ناسپاس و نافرمان، کسانی که مراتب عبودیت و بندگی رو انجام نمیدن. این آزار دیدن خداست، نه اینکه خداوند در واقع بگیم کاستی و نقصی در وجودشون به خاطر این اذیت صورت میگیره. نه، همون الهیه، غضب الهیه. این حدیث مشهور در کتب عامه آمده است که پیامبر فرمودن فاطمتو بزعتون منی، من آذاها فقط آذانی، و من آذانی آذ الله. فاطمه پاره تن من است، هر کس او را آزار دهد مرا آزار داده است، و هر کس من را آزار دهد خدا را آزار داده. و خود متون کتب اهل سنت نوشتند که عمر ابن خطاب آتش برداشت، آمد پشت در خانه زهرا، گفت خانه را آتش میزنم یا علی خارج شود. گفتند در این خانه فاطمه هست. گفت و انت، حتی اگر فاطمه باشد. خانه ای که وقتی آیه 33 سوره احزاب نازل شد که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، پیامبر 6 ماه آمدند در این خانه، یک دست به این طرف در، دست دیگر به اون طرف، این آیه را میخواندند و بعد میفرمودند اهل این خانه است، اهل بیت من. این خانه را عمر ابن خطاب آمد آتش بزند.
چنین کسی میتونه دوست خدا باشه؟ چنین کسی میتونه دوست رسول خدا باشه؟ چنین کسی میتواند به این آیه عمل کند که پیامبر فرمود قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا؟ نمیتواند. آیه قرآن رو زیر پا گذاشت عمر بن خطاب، مودت رو زیر پا گذاشت. اگر پیامبر سفارش میکرد ای مردم، ای مسلمان ها، بعد از من هر چقدر میتوانید اهل بیت من را آزار بدهید، تا میتوانید به فاطمه من ظلم کنید، آیا بیش از این میتوانستند به حضرت زهرا ظلم کنند؟ خب در روز نهم ربیع عمر ابن خطاب کشته میشود. شیعه معتقد است به جهنم رفته است، کافرن ظالمن کشته شد و به جهنم رفت. عید میگیره، جشن میگیره. الان دیگه زمان نیست که گفته بشود این رو نگویید. همه میدانند، در فضای مجازی اینترنت هر کس بزنه میدونه. شیعه باورش اینه، اگر کسی گفت من شیعم و چنین باوری نداشت که عمر ابن خطاب قاتل حضرت زهرا، شیعه نیست، قطعا شیعه نیست. او آمده است از شیعه گری خودش یک دکانی درست کنه، چند روزه دنیا بهره ای بردارد و کیسه خود را پر کند و به شهرتی و مقام و جاهی برسد. و الا کسی نمیتواند بگوید من شیعم و باور ندارم عمر ابن خطاب قاتل حضرت زهراست. و اگر باور داشت که عمر ابن خطاب قاتل حضرت زهراست، باید روز کشته شدن او خوشحال باشه، و الا باز شیعه نیست. و اگر خوشحال بود درونی، باید این خوشحالی رو بروز دهد، ظهور دهد، و اگر بروز و ظهور نداد باز شیعه نیست. الان عصر اطلاعات عمومی است، عصری است که تمام اعتقادات، باورها باید شفاف بیان بشه. بله، از اون طرف هم برخورد فیزیکی، خشونت، هر نوعش محکومه، چون این وجه امتیاز آدمی است با دیگر موجودات، با حیوانات، که اهل منطق است، اهل نطق است، اهل بیان است، اهل استدلال است. سخن بگویند، عقاید همدیگر رو 180 درجه نقد کنند، باور نکنند، همچنان کنار همدیگه بشینند و محترمانه با همدیگه صحبت بکنند. حالا این قسمت صحبتم اگه یکم طولانی شد ببخشید، من ادامه صحبتام رو باز خدمتتون عرض می‌کنم. بله، عرض موردی اشاره فرمودید، مورد بحثی که تحت عنوان وحدت بعضن مطرح میشه در برابر به هر حال سنت براءت، بدعت وحدت در برابر سنت براءت، و در حقیقت طرزی که مطرح میشه، شما الان در حالا بحث فقط هم محدود به داخل حوزه دین اسلام نیست، شما حتی در مسیحیت هم این میسر نبوده، بحث گزافه است، ادعای گزافه است. وحدت، چند هزار سال اینا سعی میکنن متحد بشن، فرقه های مسیحی نه تنها متحد نشدن که بیشتر هر کسی منشعب شده و راه خودش رو گرفته، و البته مسالمت آمیز هم اینطور که فرمودید دارن زندگی میکنن. حالا پاسخ ما به این مدعیان وحدت که بعضن اگر دست بالا رو هم بگیرن در سیاست، محدود میکنن دیگران رو و سعی میکنن تسلط از یک جایگاه متسلطی محدود کنن همه دیدگاه های مخالف رو، پاسخ ما به اونها چیست که چرا چنین میکنید و چه باید بکنید؟ بله. و ما چه باید بکنیم در برابر؟ بله، به نکته بسیار مهم و اساسی که یکی از معضلات و بحث های مطرح جامعه اسلامی امروز ماست در بین جامعه مذهبی و دینی واده‌ها و جوانان به ویژه مطرح هست. ببینید، در واقع یک کلمه داریم به نام وحدت امت اسلام و یک کلمه داریم به نام براءت از دشمنان خدا و تبری جستن از اعداء اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین. اگر این دو واژه خوب شناسایی بشوند و جایگاه هر کدامشان مشخص بشوند، به نظر من مشکل حل میشه. البته بحث ما به اصطلاح دامنه دار و گسترده است در این فرصت و نمیتونیم کامل بپردازیم و بسط و شرح کامل بدیم، ولی به اندازه‌ای که وقت این برنامه اقتضا بکنه من یه توضیحی میدم.
اگر صحبت از وحدت میشه، باز برمیگردم به همون قسمت اول صحبت ما. ارکان اساسی اسلام 12 تاست. هر بچه مسلمانی، هر بچه شیعی از همون عنفوان کودکی که زبان باز میکنه، پدر و مادر مذهبی او یادش میده اصول دین 5 بود، دانستنش گنج بود، و اون شعر رو یاد میده و بعد هم فروع دین رو یاد میده. از این 15 مورد که همه ارکان اساسی اسلامند، منتها 5 مورد اون رو جدا کردن به عنوان اصول دین، چون باید بر مبنای تحقیق و استدلال باشه. 10 مورد اون رو جدا کردن به عنوان فروع دین، چون میتوانه انسان اونها رو به متخصص مراجعه بکنه برای اینکه جزئیات و احکام اون رو فرا بگیره و پیروی کنه و وظیفه خودش رو بشناسه. و الا هر 15 مورد رکن اسلامن، از ارکان اسلامن اینها. در کدام یک از این 15 مورد وحدت جا داره؟ اصلا وحدتی وجود نداره. پس اگر گفته می شود و مطرح می شه و استفاده می شه از آیات قرآن که شما یک امت واحده هستید و امت واحده از قرآن استفاده می شه، این امت واحده ناظر به مسئله وحدت سیاسیه. اصلا وحدت اعتقادی معنا ندارد و هر کس به دنبال اون باشه، یا به دنبال فریب دادن خودشه یا فریب دادن جامعه مردم و جامعه اسلامی هستش. پس سخن از یک پارچگی وحدت هم معنا نداره. وحدت یعنی یکی شدن. یکی شدن اصلا این یک مفهوم ذهنی میتونه باشه، اصلا یک مصداق خارجی اصلا به هیچ وجه نمیتونه پیدا کنه. وحدت یعنی یکی، مگه اینکه از طرفین بشه دیگری. بله، یعنی یکی هست و جز این نیست و اون ذات باری تعالی است. وحدت معنا، خود این کلمه استفاده وحدت در یک پارچگی و اتحاد مردم، یک استفاده و استعمال غلطی است از اول، از نظر لغوی که حالا به اونم نمیپردازیم. حالا یک غلط مشهور، وحدت مسلمان ها معنا نداره، این یک غلط مشهوره از نظر لغوی، غلطه ها. حالا از نظر مفهوم و مصداقش هم که فراوان اشکال داره. اون چی که صحت داره اتحاد مسلمانان هست، در کنار یکدیگر قرار گرفتن برای دشمنان، برای کسانی که میخوان با اصل و اساس اسلام بجنگن. اون در یک فضای دیگه مورد بحث هست. ولی در اعتقادات که اینها اساس و بنیان باورهای یک انسان و یک مسلمان و یک انسان مذهبی است، جا نداره وحدت، معنا نداره. اتحاد معنا نداره. عرض کنه وحدت که از اصل، از بنیان، از نظر لغوی غلطه. اتحاد معنا نداره. و ولی اون چی که حق است که باید درباره اون صحبت کنیم، اون تبری و براءت است. گفتیم این دو واژه باید خوب شناسایی بشه. اگر کسی اهتمام به اتحاد مسلمانان نداشته باشد، نهایتش اینه که یه مسئله مهمی رو ترک کرده، روز قیامت مستوجب عذاب و جهنم نمیشه. ولی اگر کسی تبری را ترک کند، همه اعمالش هم درست باشه، موحد باشه، پیامبرم قبول داشته باشه، نماز و روزش هم درست باشه، حجش هم رفته، خمسش هم انجام داده، امر معروف و نهی از منکر و جهاد و همه رو انجام داده، باورهاش هم صحیح و سالم، تبری ندارد، این جایگاه جهنم. دشمنان خدا را دشمن نمی دارد. دشمنان رسول خدا و دشمنان امیر مؤمنان و اهل بیت صلوات الله علیه را دشمن، و این جایگاه جهنمه. نهایتش اینه کسی که وحدت و قبول نده، یه مسئله مهمی را، اگر البته اهمیتش در جای خودش ثابت شود، در مورد و مصداقی که مصداقش خیلی محدود و انحصار داره و مقید به یک موارد، اصلا قابل قیاس نیستن این دوتا. اگه بخوایم از نظر اهمیت، اون ضروری دینه، اون ضروری دینه که اگر کسی اصلش رو قبول نداشته باشه، بگه اصل تبری وجود ندارد، کافر است. مانند این که توحید رو قبول نداره، کسی که بگه اصل تبری رو قبول ندارم، مانند اینه که توحید رو قبول ندارم. اون علمایی که میگن کافر نجس است، کسی که تبری را قبول ندارد نجس است.
اگر که اصل رو هم قبول دارد ملتزم نیست، باز چنین شخصی نمیتونه سعادتمند بشه. مصداق فاسقه، مصداق فاسقه که فسقش هم ظهور و بروز داره در واقع. اشاره فرمودید به مسئله تبری و وحدت، این دو مسئله برمیگردن به این. وحدت اتفاقا مقدمش مسئله تبریه. شما باید نفی بکنید یک مطلبی رو که مایه اعتصموا به حبل الله جمیعا. این حبل الله رو ما باید پیدا بکنیم، هر ریسمانی که نمیشه بهش چنگ زد. اتفاقا اگر وحدتی میخواهد تحقق پیدا کنه، در گروه اینه که این امت بشناسد دشمنان خدا کیا، از اونها تبری بجوید، حالا بره سراغ دوستان خدا به اون دامن اونها چنگ بزنند. یعنی در حقیقت خود وحدت مقدمش تبریه، اگر میخواهد وحدت حقیقی یا حالا اتحادی به معنی کلمه و درست، نه روابط دیپلماتیکی که برای یک سری مصالح سیاسی، شرایط منطقه‌ای، حالا برای دو روزه دنیا کسی بخواد اون مثلا اون اتحاد نیست، اون تحت عنوان دیگری میتونه بره. به نکته خیلی مهمی اشاره کردید. اول باید نفی منکر باشد تا بعد معروف ثابت بشه. توحید همینطوره، در توحید هم همین داریم. اول میگیم لا اله، نفی میکنیم همه معبودها را، بعد به توحید میرسیم، بعد به وحدت میرسیم، به وحدانیت میرسیم که الا الله. اول باید نفی کنیم همه کسانی که باطلن، نفی تمام باطل، خط قرمز و بطلان بکشیم بر تمام زلالت و گمراهی، و بعد بیاییم حسبی که اشاره ظریف و جالبی داشتی، و بیاییم واعتصموا به حبل الله رو عینیت ببخشیم، واعتصموا به حبل الله جمیعا. این مصداق خارجی پیدا نمی کند مگر اینکه ما از تبری عبور کرده باشیم. و خیلی هم روشنه، آیه میفرماید واعتصموا به حبل الله، نمیفرماید واعتصموا بالله. اینجا یک واسطه هست. این حبل الله چیست؟ امام صادق علیه السلام فرمودن والله انا حبل الله، حبل الله المتین، والله انا نحن، والله نحن حبل الله المتین، به خدا قسم ما ایم حبل الله متین و محکم و قابل اطمینان. من یک نکته ای رو که میخوام اینجا بهش برسم، و اون این که ما مسلمانیم. یکی از باورهای مشهور و که جزء دکترین مکتب و مرام کمونیست هست اینه که میگه هدف رو توجیه میکنه، یعنی باید به اون هدفی که اون تئوریسین اون مکتب ترسیم کرده برسیم به هر قیمتی. منادیان وحدت امروز متاسفانه در این ورطه و گرداب افتادند. یک چیز موهومی به عنوان وحدت ترسیم کردند و میگویند به هر قیمتی شده باید به این مطلب برسیم. این یک نکته اساسی است که من دوست دارم بینندگان عزیز و ارجمند به این مطلب توجه داشته باشند، توجه فوق العاده داشته باشند، که گیریم اون جایگاه اتحاد واقعی مسلمانان دقیق و روشن ترسیم شد. آیا باید به هر وسیله ای، به هر قیمتی به اون اتحاد تازه واقعی، نه این اتحاد و وحدت موهوم ساخته شده امروزی که یک فقط دستاویزی قرار گرفته برای سرکوب مخالفان، نه، آیا به هر قیمتی؟ ظاهرا میگن به هر قیمتی. آیا وحدت و یک پارچگی، وحدت که باز میگم از بد غلط مشهور است، باز ما استفاده میکنیم، آیا اتحاد و یک پارچگی شیعیان نباید در اولویت قرار بگیره؟ به چه عنوان شیعیان سرکوب شوند توسط گروهی افراطی که اسم خود را شیعه میگذارند؟ شیعیان و هم ایمانان خود را به ظاهر سرکوب میکنن برای اتحاد با دیگری، کسانی که حتی نقاط مشترک خیلی ضعیفی دارن، کمترین فصل مشترک رو دارن. این نکته مهمیه که البته من شاید اگر قرار باشه
نمونه ها و شواهدی ما نشون بدیم، این رو باید ساعت ها درباره‌اش صحبت کنیم. به چه عنوان، به چه دلیل سرکوب شیعیان، سرکوب خالص تبری، سرکوب کسانی که حب بغض خود رو نسبت به دشمنان اهل بیت نشون میدهند. همین امروز در بعضی از کشورهای اسلامی خبری است که امروز شاید چند ساعت قبل به ما رسید، امروز روز به جهنم رفتن یزید ابن معاویه است، 14 ربیع الاول. عده‌ای از شیعیان امیر المؤمنین راه افتادن در خیابان، خوشحالی کردن، پایکوبی کردن، عده دیگه اینها رو دستگیر کردن، سرکوب کردن در یکی از کشورهای اسلامی. چه عنوان؟ یعنی دفاع از یزید، اون هم یزید شارب الخمر، یزیدی که الان خب پس میتونیم بگیم این سرکوبگران یزیدیان در واقع، اون سریره و اون باطن خبیث خودشون رو، اینم لطف الهیه، چون ما هرچی فریاد بکشیم که اینها یزیدیان کسی باور نمیکنه، باید یک جای نشون بدن که اینها در واقع پیروان اون ظالمین هستن. این محبان اهل بیت، این دوستداران اهل بیت، اینها بچه‌های امیرالمؤمنین هستن، اینها بچه‌های حضرت زهرا سلام الله علیها هستن. وقت کسانی بیان به عنوان اینکه ما میخواهیم وحدت درست کنیم، اتحاد درست بکنیم، اینها رو سرکوب بکنن، اینها رو شکنجه کنن، خب این همون سنت سیئی ظالمین هست. در واقع پرده ای دیگر از عاشورا نمایان شده که بچه های امام حسین رو در عصر عاشورا زدند و امروز ما میبینیم دوستداران امیر مؤمنان رو به جرم خوشحالی در به جهنم رفتن یزید ابن معاویه لعنت الله علیه ما، اینها رو سرکوب میکنن و کتک میزنن. این نکته مهمیه، آیا رسیدن به اتحاد مسلمانان به هر قیمتی، حتی به قیمت سرکوب شیعیان و جوانان و مخلصان و دوستداران امیرالمؤمنان؟ این سوالی است که باید پاسخ داده بشه. حالا تازه ما درباره ضرورت عقلی صحبت کردیم، ضرورت نقلی تبری حدیث کسا هر شیعه میخوانن، انا هر بند من حارب هم پیامبر اکرم میفرماید من در جنگم، جنگ کمترین مصداقش جنگ لفظی است، یعنی جهاد با دشمنان پیامبر، دشمنان اهل بیت، کمترین مصداقش مصداق جنگ لفظی است. تازه در شرایطی اینها اتفاق میفته که طرف مقابل اصلا این وحدت رو قبول نداره. شما تا حالا من هیچ کشور سنی مذهبی از کشورهایی که حالا مدعی هستند رو من ندیدم مدعی این چنین وحدتی بشوند. اگر سفری میکنن به کشورهای اسلامی، خیلی به کشورهای شیعه مذهب که حالا سیستم حکومتی یا حالا مردم اکثریت شیعه هستند، رعایت روابطی که ما یا برخی منادیان اتحاد مدعیش هستند، اونها رعایت همین کمترین پرینسیپل های دیپلماتیک رو هم نمی کنن با شیعیان و حقیقتا جای تعجب داره این رفتارها. اگر موافق باشید یک میان برنامه بگیریم، مناسبت های دیگری هم در پیش رو داریم درباره اونها صحبت بکنیم. تشکر. یک میان برنامه میگیم، اجازه شما بینندگان در خدمتتون هستیم. سر راهت در انتظارم، برده هجرت صبر و قرارم، جز ظهورت ای گل زهرا به خدا حاجتی ندارم، به خدا حاجتی ندارم. بر لبم آه فراقه ای نگار محجبینم، ترسم اینه که بمیرم روی ماهت رو نبینم. آقا بیا بیا، آقا بیا بیا، آقا ای تمام افسانه ها و اسطوره ها و حقیقت ها و آرزوها در نام تو مجموع، ای تمام امواج قدرتمند عشق در تو متراکم، ای آفتاب بیکرانه مهر از چشمانت تابان. شرمندگی کسی را بپذیر که
نه سزاوار مهر توست و نه تاب آن دارد که از جمال دلگشایت دست بشوید. شرمندگی کسی که در تلألو رازآلود مهر اسرارآمیزت مسحور چشمهای توست و شگفت‌ترین که در این حال در تاریکی بی پایان نفس ظلمانی خیش اسیر. شرمندگی کسی که در گیرایی بی پایان پر از افسانه و محبت تو بارها خود را گم کرده است و باز به فرودست‌های تیره گناه بازگشته است. روز جمعه میگم کجایی، خسته از دوری و جدایی، قسمت میدم به ابوالفضل ای سفر کرده تا بیایی، ای سفر کرده تا بیایی، ای امیر بی قرینه، ای دوای زخم سینه، مادر چشم انتظاره، ای سحر خیز مدینه، آقا بیا بیا، آقا بیا بیا، آقا بیا. مولای من، امیدوارم که این بار در عطوفت پر از باران و رنگین کمان مهر تو خود را تطهیر کنم. امیدوارم که این بار تا ابد سوگند آسمانی مهر در آستان قلبم پرتنین باشد. امیدوارم که این بار سزاوار رازی که محبت تو نام دارد باشد. امیدوارم که این بار خاک آستان تو را ببوسم و برای همیشه در رکاب نورانیت ای زیباترین محبوبم بمانم. آقا بیا بیا، آقا بیا بیا. در خدمتتون هستیم با بخش سوم برنامه آدینه ها و در حقیقت بخش پایانی این برنامه در خدمت سرور ارجمندمون جناب محمد مسلمین حاج آقای هدایتی. همونطور که محضر هستید، 17 ذی‌الاول چند روز دیگه در هفته آینده میلاد فرخنده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین امام جعفر صادق صلوات الله و سلام علیه هست. پیامبری که خب طبیعتاً به واسطه بعضی از عملکردها این روزها ساحت مقدسشون آماج انواع افتراءات و تهمتها قرار گرفته. گروهی هر کسی به طریقی دل ما می شکند به تعبیر اون شاعر و هر کسی ظاهراً تحت عنوان مسلمانی و به نام اسلام مشغول تیشه زدن به این ریشه تنومند شده است در این روزگار. مسلمانان به مدعیان مسلمانی به نوعی و خب دیگران هم که خب از اونها انتظاری نیست، اما انتظار از مسلمانان نیست که کسانی که ادعای مسلمانی دارند، کسانی که خب جوامع رو گرفتار خشونت کردند، اسلام رو متهم به خشونت کردند، خشونتگرایی کردند، ساحت مقدس پیامبر رو بهانه دادند دسته در طول تاریخ. البته از لحظه شهادت پیامبر اکرم چنین اتفاقی افتاد. پیامبری که قرآن کریم میفرماید درباره ایشون صلی الله علیه و آله و سلم، ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما تو را رحمت برای جهانیان، عالمین، همه جهانیان، اهم از انسانها و دیگر موجودات و انسانها، بدون در نظر گرفتن مذهب و نژاد و رنگ و آیین و هیچ، رحمت برای همه جهانیان. حالا این پیامبر متاسفانه در این دوران و در این روزگار در معرض چنین اتهاماتی ساحت مقدسشون قرار گرفته است. ابتداعاً از شما تقاضا میکنم، خواهش دارم در ارتباط با این میلاد فرخنده مطالبی اگر هست و بعد هم درباره ابعاد وجودی و شخصیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به اندازه که این برنامه اجازه میده و فرصت ما
اجازه میده مطالبی را اگر هست از محضرتون استفاده میکنیم. بله، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اقیانوس بی انتهایی بودند که متصل به لا واسطه، متصل به مقام و ذات باری تعالی داشتند. طبیعتاً درباره چنین شخصیتی هر کس ادعا کند که میتوانم سخن بگویم و حق مطلب را ادا کنم ادعای گزافی کرد. ما هم باز مانند همون تشنه ایست که گرفتار تشنگی مفرد شده، به یک چشمسار زلال میرسه و چند قطره ای حسب توان خودش مینوشه از این چشمسار. پیامبر اسلام که قرآن میفرمایند اسوه حسنه هست، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، قرآن میفرماید. پیامبر در همه ابعاد زندگی خودشون، در همه نیازها، در همه زوایای زندگی یک بشر اسوه هستند. در خوردن، آشامیدن، در راه رفتن، در نشستن، در برخاستن، اینکه مسائل جزئی و فردی هست تا مسائل کلان اجتماعی، وارد خانواده که بشیم مسائل خانواده رو بررسی میکنیم، پیامبر چگونه با همسرانشون، با فرزندانشون، با اقوام خودشون برخورد میکردن، وارد اجتماع میشیم، وارد بعد در این 3 سال پایانی عمر شریف پیامبر وارد عرصه سیاست و حکومت داری میشیم، که اینجاست که وقتی آدمیان و انسانها در واقع عمل کرد سیاسی رسول الله رو دیدند، و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، و الا وقتی پیامبر رو دیدند چگونه آب میخوره یا چگونه وضو میگیره یا چگونه سخن میگه، چگونه قرآن میخونه، رفتار کردارش با مردم چی هست، در اون موقع همه اینها البته مدخلیت داره و مؤثر بوده در گرایش انسانها به اسلام، چرا که مشرکان هر تازه واردی که میومد وارد مسجد الحرام میشد به او میگفتن که داخل گوشهاشون پنبه کنن، چرا که صدای قرآن خوندن، صدای مناجات این شخص اونها رو مسحور میکنه، و اتهام سحر میزدن به پیامبر که اون ساحر است. حتی قرآن خوندن پیامبر مردم رو جذب میکرد، منتها افراد رو، فوقش چند ده نفر رو، ولی اون چه که دیدند و باعث شد و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، که گروه گروه آمدن، فوج فوج آمدن، قبیله قبیله، هزار هزار، ده هزار، ده هزار آمدن مسلمان شدن، تا جایی که وقتی پیامبر از دار دنیا رفت 1 میلیون مسلمان روی کره زمین بود حسب نقل مورخین. این 1 میلیون منهای شاید 1000 نفرشون، شاید منهای 1000 نفرشون، منهای چند هزار نفرشون حد اکثر، مربوط به این 3 ساله پایانی عمر پیغمبر است. خب این عملکرد پیامبر در این 3 سال چگونه بوده است که این سیل جمعیت رو متمایل کرده است و معتقد کرده است به اسلام؟ چند ده سال احتیاج است، چند ده هزار و صدها هزار سخنرانی و کتاب احتیاج است تا این، و حتی ده ها ساعت و صدها ساعت فیلم و سریال و برنامه های مستند در عرصه میدیا و تبلیغات جهانی با استفاده از تکنولوژی و علم تبلیغات روز نیاز است تا شاید بتوانیم ذره و برگی از تاریخ نورانی پیامبر اسلام رو نشون بدیم به جهانیان. این هست که من از همه جا روی سخن من به همه کسانی است که نوعی توانمندی دارند، اونهایی که میتوانند بنویسند بنویسند، اونهایی که میتوانند بگویند بگویند، اونهایی که میتوانند تشویق کنند تشویق کنند، اونهایی که میتونن فرزندان خودشون رو در مسیرهای صحیح آموزش دینی اسلامی قرار
مبلغ دینی تربیت بشوند. یعنی الان جامعه مذهبی خانواده ها به این بینش و به این ارتقاء فکری و فرهنگی باید برسند که نخبگان و باهوشترین از جوانان و نوجوانان شناسایی بشن، در مراکز علمی صحیح با اعتقادات صحیح تربیت بشن، به گویش ها و زبان های مختلف دین اسلام و روش و منش پیامبر رو تبلیغ کنند برای جهانیان. این اگر صورت گرفت، اون فلسفه حقیقی ولادت پیامبر اسلام صلوات الله علیه اجمعین عینیت پیدا میکنه و در واقع به وظیفه و تکلیف خودمون عمل کردیم. اونهایی که اهل مال و ثروت هستن، این تلویزیون های مذهبی مستقل از جمله اون شبکه جهانی سلام که حالا به حمدالله هشتمین سال اون رو جشن گرفت و از قدیمی ترین تلویزیون های مذهبی هست، اون رو کمک بکنن، مجموعه ای بشیم، دست به دست هم بدیم، هم فکری کنیم، همکاری کنیم و ولادت پیامبر اسلام 17 ربیع الاول رو جهانی کنیم. همچنان که مسیحیان ولادت پیامبر رو، پیامبر بزرگ الهی رو، حضرت عیسی رو که پیامبر ما هم هست، پیامبر اونها هم هست. مشهور این هست که اواخر سال میلادی به دنیا آمده است یا اوائل سال میلادی، مثلا 5 روز 25 دسامبر یا اینکه اوائل ماه ژانویه، ولی در واقع اونجوری که برخی از مورخین مثلا در این ایام به دنیا نیومده. حالا اینی که مشهور هست بین خود مسیحیان، چگونه جهانی جشن میگیرن، در هر کوی و برزن چراغانی میکنن، در هر رسانه ای، اهم از رادیو، تلویزیون، مجله، روزنامه، میبینیم همه ی عالم، حتی عالم غیر مسیحیت مطلع میشوند ولادت عیسی علیه السلام رو. ولی از ولادت پیامبر مگر چند کشور اسلامی محدود در رسانه های، حتی رسانه های کشورهای اسلامی، رسانه های رسمی کشورهای اسلامی میبینیم، مگر اینکه یک نامی فقط برده شود. نه، اصلا گروهی مثل وهابیت که اصلا بدعت میدونن و تکفیر میکنن کسایی که میلاد پیامبر رو جشن بگیرن. بله، اونها که اصلا خب فقط یک گروه افراطی بسیار خشن که ساخته و پخته دشمنان دین هستن، یک فرقه زاله ایست که به حمد الله زلالت و گمراهی اونها هم، اونها هر لحظه و هر آن هم برای جهانیان روشن و روشن‌تر داره میشه. متشکر از شما. مناسبت دیگه‌ای که بسیار تقارنش هم تقارن بسیار جالبی است، تقارن میلاد پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امام ششم، امام جعفر صادق صلوات الله و سلامه است. امامی که خب حقیقتاً استواری مذهبش تشیع و محکم شدن پایه های مذهب رو وامدار وجود مقدس این امام معصوم هستیم و حقیقتاً فعالیت های فرهنگی که در زمان ایشون این امام بزرگوار پایه ریزی کردن و بعد تداوم یافت، امروز امانتی است که به دست ما رسیده است و امانت گران سنگ تشیع است. در این ارتباط، در ارتباط با میلاد مبارک و مسعود امام جعفر صادق صلوات الله و سلامه علیه هم اگر مطالبی هست از حضورتون محفوظ باشه. بله، یک نکته هم درباره یک جمله کوتاه انشالله اگر عمری باشه و فرصتی باشه در برنامه های آینده، البته کارشناسان محترم هست در هم در برنامه های مختلف شبکه جهانی سلام وظیفه خودشون رو انجام دادن و برنامه های رو تقدیم بینندگان کردند، ولی یک جمله هم بنده عرض کنم در این برنامه، به خاطر شرایط خاصی که دوران حیات امام صادق علیه السلام داشتند که در واقع میتوان گفت در زمان انقراض سلسله خبیثه و شجره ملعونه و خبیثه بنی امیه و روی کار آمدن سلسله خبیثه بنی عباس، در این زمان دور امامت امام صادق علیه السلام و همچنین امام باقر علیه السلام پدر بزرگوارشون
بود، اواخر بنی امیه بودند این دو بزرگوار و اوائل بنی عباس، یعنی بنی عباس در زمان حیات امام صادق علیه السلام روی کار آمدن. خب از اون طرف حکومت، یعنی سلسله بنی امیه رو به انقراض و ضعف بودند و بنی عباس هم طبیعتاً تازه روی کار آمده بودند و هر گروهی و هر سلسله که تازه بر سر کار میاد، خب اون زمانی است که وعده ها میده به مردم، وعده آبادانی میده، وعده رفاه میده، وعده آزادی و امنیت میده. خب در اون زمان هنوز این مستبد پایه های خودش رو محکم نکرده که ظلم و ستم رو فراگیر بکنه در جامعه. فرصتی پیدا شد، امام صادق علیه السلام کرسی درس و کرسی های درس رو تأسیس کردن و شاگردان برجسته ای رو تأسیس کردن در علوم مختلف، شیمی، فیزیک، هیئت، نجوم، اعتقادات و علوم مختلف، و برخی از مورخین نوشتن جلسه درس امام صادق چندین هزار شاگرد داشت. و در واقع دین اسلام و که نوع متکامل اون و صحیح اون مذهب شیعه که بنیانگذار مذهب شیعه خود پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بودند، طبق این حدیث مشهور که عامه هم در کتب خودشان نوشتند، مروج مذهب شیعه امام صادق علیه السلام بودند، مؤسس مذهب شیعه خود پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. لذا ما میتونیم بگیم امام صادق علیه السلام رئیس مذهب شیعه بودند، نه مؤسس مذهب شیعه. مؤسس مذهب شیعه خود پیامبر اسلام است. چرا؟ برای اینکه من اینو یک بانک وقت برنامه ظاهرا گذشته یک توضیح چند دقیقه‌ای میدم. الان هم در این جامعه‌ای که ما زندگی می‌کنیم، در جوامعی که ما انسان‌ها زندگی می‌کنیم، هر بزرگی، هر رئیس قبیله‌ای، هر رئیس جمهوری، هر یک فرد مشهوری در جامعه که یک موقعیت، حالا یا موقعیت مالی داره یا موقعیت علمی داره، مجموعه ای از طرفداران و هوادارانی گرد او جمع میشن. این هواداران معمولاً گروه گروه هستند، معمولاً چندین گروه هستند که میگویند پیشوا و رهبر ما فلان شخص است، فلان شخص الگوی ماست، حالا یا الگوی معنوی و مذهبی است، یا الگوی مالی و اقتصادی است، یا الگوی علمی است. مثلا گروه های پیامبر هم از این قاعده کلی زندگی اجتماعی انسان ها مستثنا نبودند. پیامبر هم در این مدتی که به عنوان رهبر و مؤسس و پیامبر اسلام بودند و آورنده دین اسلام بودند، گروه های متعددی ادعای هواداری و پیروی از پیامبر رو می کردند و هر کسی البته به دنبال یک سلسله اهدافی بود و با یک نیاتی چنین ادعاهایی رو مطرح می کردند. مثلا ابوبکر یک عده هوادار داشت و مجموعه خودش و گروه و افرادش میگفتن ما پیرو محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم است. عمر ابن خطاب همین طور بود، عثمان همین طور بود، امیر مؤمنان علی علیه السلام نیز همین چنین بود، طلحه و زبیر، اینا هر کدومی برای خودشون یه عصبه ای به قول معروف یه گروه هایی تشکیل داده بودند، گرچه این گروه ها شاید رسمی و ثبت شده نبودن در اون زمان، مانند همه گروه ها دیگه در همه کشورها حتی تا به امروز هستن و ثبت شده هم نیستن. گروه، بعضی از گروه ها ثبت شده و رسمی هستن طبق قوانین کشورهای موجود، بعضی ها نه، ثبت نشده حتی. از میان همه این گروه ها که دور پیامبر بودند، پیامبر بارها فرمودند به صراحت، عامه هم نوشتن، اهل سنت هم این مطلب را نوشتن که البته با مسامحه گفته می شود اهل سنت، یعنی عامه در واقع صحیح تر است. اهل سنت شیعیان امیر مؤمنان علی علیه السلام و ما هستیم که اهل سنت واقعی و سنت صحیح پیامبر اسلام هستیم.
سنت پیامبر این هست که جانشین معلوم کردن، کسانی که جانشین پیامبر رو منکر شدن، کسانی که قدیر رو منکر شدن، کسانی که نسب پیامبر رو منکر شدن، اینها نمیتوانند بگویند ما سنی هستیم. سنی واقعی ما هستیم، اهل عامه، یا بگیم پیروان ابوبکر و عمر نیز بزرگان و علماشون در کتابهاشون نوشتن که پیامبر فرمودند یا علی انت و شیعتک یوم القیامت هم الفائزون، یا هم الفائزون یوم القیامه، تعبیرهای مختلفی بیان شده، یا علی تو و شیعیانت روز قیامت رستگار هستی. یعنی چی؟ یعنی تو و پیروانت، یعنی تو و گروهی که همراهت هستند. این منطوق این کلام است، مفهومش این است، یک گروه های دیگر اونها دیگه به قول معروف و خودمانی ول معطلن، در شماره زیانکاران هستند، همون که قرآن میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا، استثناء شدن. این الا الذين امنوا کیانن؟ شیعیان امیر مؤمنان علی علیه السلام. ان شاء الله ما هم در زمره اونها باشیم. ممنون و متشکر از شما و از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. در پایان برنامه اگر نکته‌ای هست، مطلبی هست، میشنویم، از حضورتون استفاده میکنیم، اگر نه که دعا و از خدمت بینندگان عزیز مرخص بشیم. بله، مطلب که زیاد هست، ولی من یک بار دیگه سفارش میکنم و دعوت میکنم دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین رو که به دنبال شناسایی وظائفمون باشیم هرچه بیشتر، و در این مسیر یکی از وظائف مهم ما این هست که علوم اهل بیت رو، خواسته های پیامبر رو و خواسته های اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین رو ما به جهانیان، به همه مردم برسانیم. تک تک ما موظفیم یک مبلغ اسلامی باشیم، یک مبلغ دینی و دعوت کننده به اسلام و تشیع باشیم، هر کس در اندازه توان خودش. و شبکه جهانی سلام و مجموعه کارکنان و مدیریت شبکه جهانی سلام دعوت میکنند کسانی رو که میخواهند در این امر مهم مشارکت کنند، یعنی امر مهم تبلیغ دین که شغل پیامبر اسلام بود، که وظیفه پیامبر بود، اساساً تمام لحظه لحظه عمر شریف پیامبر صرف تبلیغ دین شد، صرف رساندن حق و حقیقت برای انسانها و نجات اونها از گمراهی و موحد کردن و یک تا پرست کردن و اونها رو در بندگان خدا قرار دادن. ما هم می توانیم در این مسیر گام برداریم و بتوانیم بیشترین و بهترین شرایط رو برای جهان باقی برای خودمون فراهم کنیم انشاءالله. اگر خواهش میکنم، اگر لطف فرمایید و دعا رو در خدمتتون باشیم. پیش از اون من مرخص میشم از خدمتندگان عزیز. متشکرم از اینکه همراه ما بودید و تا آدینه دیگر، البته بعد از اون دعا رو خدمت حاجا خواهیم بود، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. اگر دعا رو لطف فرمایید. ممنون، تشکر. منم از بینندگان عزیز ارجمند تشکر میکنم و همچنین از شما جناب آقای مهندس دانشگر که با حضورتون در این برنامه گرمی خاصی میبخشید و رونق خاصی به این برنامه میدید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خدایا خیر دنیا و آخرت به ما کرم بفرما. پروردگارا سرآمد همه خیرها ظهور ولی نعمت ما امام زمان است. این نعمت عظما را برای ما مقدر بدار، ما را در زمره پیروان واقعی امام زمان قرار بده. بیماران دردمندان شفای عاجل کرم بفرما. اموات و گذشتگان ما ببخش و بیامرز. جوانان ما از گزند دامهای شیاطین در پناه خودت، در پناه امام زمان حفظ بفرما. در دنیا زیارت اهل بیت، در آخرت
شفاعت اون بزرگواران و در بهش مجاورتشون نصیب ما بگردان. پروردگارا خدایا همه خدمتگزاران به دین و قرآن و اهل بیت در هر کجا هستند در پناه خودت حفظ بفرما. خدایا پروردگارا بار الله کمک کنندگان و همیاران شبیه جهانی سلام که در این سالهای طولانی همراه ما بودند، با مشارکت و حمایتهای خودشون این چراغ خانه امام زمان رو روشن کردند پروردگارا و روشن نگه داشتند. خدایا همه اونها را حاجت روا بگردان. کسانی که قصد ضربه زدن به اسلام و دین و مذهب شیعه دارند اگر قابل هدایت نیستند، خدایا رسوا و نابودشان بگردان. خدایا بدخواهان شبکه جهانی سلام که گاهی در فکر کارشکنی هستند، اونها هم اگر قابل هدایت نیستند، خدایا رسوا و نابودشان بگردان، شرشون به خودشون برگردان. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. و پیروز و سربلند بشید. التماس دعا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تو فصل هم اهدی بیاد بازود فقاره دری، صاحبمون مهدی بیاد. امام باقر علیه السلام می فرمایند همانا خداوند متعال برای حضرت شعیب علیه السلام وحی فرستاد، قوم تو 100,000 نفر را عذاب و هلاک می نمایم که 60,000 نفر ایشان اشرار و 40,000 نفر دیگرشان از خوبان و عبادت کنندگان خواهند بود. از همه کس بریدم و جدا. بسم الله الرحمن الرحیم. مدیریت و کارکنان شبکه سلام هیچ گونه مسئولیتی در قبال مطالب مطرح شده طرف سخنرانان، برنامه سازان، میهمانان، اطلاع دهندگان و مکالمات تلفنی بینندگان ندارند. Disclaimer: The management and staff of Salam TV are not responsible for the views and opinions of the speakers, guests, advertisers and callers to our live programs.